حکم فرمانده کل سپاه پاسداران معاونت اطلاعات راهبردی این نهاد در سازمان اطلاعات سپاه ادغام شد. حسین طائب هم در ریاست اطلاعات این نهاد ابقا شد. سرلشکر حسین سلامی همچنین سرتیپ حسن محقق را به عنوان جانشین رئیس اطلاعات سپاه معرفی کرد. حسن محقق پیش از این مسئول معاونت اطلاعات راهبردی سپاه بود. حسین نجات که تا امروز جانشین اطلاعات سپاه بود هم به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه منصوب شده. فرمانده سپاه پاسداران حدود یک ماه پیش با حکم رهبر ایران تغییر کرد و با آغاز ریاست حسین سلامی در چند هفته گذشته این نهاد چند تغییر مهم را پشت سر گذاشته. محسن سازگارا روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در استودیو ما. سازگارا، مفهوم این انتصاب‌ها چی میتونه باشه؟ ببینید، اتفاق خاصی نیفتاده. آقای طائب در اطلاعات سپاه بود ولی سمت ایشون به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه جوری بود که گزارشاش به دست جانشین فرمانده سپاه اول میرفت، بعد به دفتر فرمانده کل قوا که بیت رهبری و آقای خامنه‌ای و پسر ایشون هستن میرفت. الان با حکم فرماندهی اطلاعات سپاه برابر گردش کاری که دفتر فرمانده کل قوا داره مستقیما به دفتر فرمانده کل قوا گزارش میکنه. البته اون موقع هم که آقای سلامی جانشین فرمانده سپاه بود با او خیلی از نزدیک کار کرده، خوب کار کرده، ولی معنیش در واقع این است که بیت رهبری و جای به اصطلاح ستاد فرمانده کل قوا متمرکزتر روی اطلاعات سپاه کار خواهد کرد که از کف جامعه اطلاعات جمع کنه. علی، آقای طائب اتهام های مطرح شده بود، اتهام های مثل فساد مالی، سوء استفاده از قدرت، خصوصا اخیرا از طرف بعضی از مقام های سابق جمهوری اسلامی. آیا این میتونه به معنای بی توجهی یا بی اعتنایی به اون اتهام ها باشه و گفته بشه که اونها چندان تأثیر بر موقعیت آقای طائب نخواهد گذاشت؟ قطعا حسین طائب سوء سابقه زیاد داره. او در دوره‌ای که وزارت اطلاعات هم بود بحث حتی تجاوز مطرح بود و یا بعدها سوء استفاده های مالی با آقای فلاحیان و غیره. همون موقع به دست آقای هاشمی که رئیس جمهور بود اخراج شد از وزارت اطلاعات و کسی که عملا دستش رو گرفت و نگذاشت که به حاشیه بره بیت رهبری و شخص مجتبی خامنه‌ای بود که علارغم اون سوء سابقه ها زیر بال و پرش رو گرفتند و نگهش داشتند و از فرماندهی بسیج رسید به فرماندهی اطلاعات سپاه که خب به نوعی میشه گفت الان نفر اول اطلاعات کشوره. اصولا ظاهر مسائل فساد و تجاوز و اینا مثل که خیلی در بیت رهبری تأثیری نداره در انتصاباتشون و خیلی فاسد بودن و اینها ملاک نیست براشون. چقدر ممکنه که این تغییر جاها، این در حقیقت جا به جایی ها مرتبط باشه با فضای موجودی که میدونیم بالاخره تنش هست در رابطه ایران و آمریکا و سپاه هم اینجا یکی از نقاط کانونیه؟ خیلی مرتبطه، یعنی خیلی هماهنگی و همخوانی داره با اتفاقات و انتصابات دیگه‌ای که در کشور داره میفته. ببینید، جمهوری اسلامی الان 4 تا چالش جدی جلوشه: چالش اعتراضات مردم و وضع بد اقتصادی، چالش آمریکا و حتی خطر جنگ، چالش جانشینی و انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای و چالش مخالفین چه درون نظام چه بیرون نظام و چه داخل کشور چه خارج کشور. البته در مورد آقای مجتبی خامنه‌ای تا حالا چیزی رسمی گفته نشده، رسمی نخیر اعلام نشد، ولی بسیاری انتصاباتی که این روزا داره انجام میشه از بین کسانی است که پیشینه‌شون رو نگاه کنید سابقشون و همکاریشون با ایشون بوده. آقای طائب دست کم برای 2 تا چالش بسیار فرد امتحان پس داده است. یکی سرکوب مردم، چون این روزا آرایش حکومت خیلی به سمت خشونت و سرکوب میره. یکی هم رابطه نزدیکتر با بیت رهبری و اونجا. البته بقیه فرماندهای سپاه اون چالش اول رو هم الان کسایی رو دارن میگذارن که نسبت به آمریکا خیلی تند حرف میزنن و سوابق اونگونه دارن.
بسیار ممنونم از محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. ممنون.